خب درود میفرستم به همه دوستان و یاران گرامی. در 48 ساعت پیش من برنامه‌ای ساختم که آقای مکرون در نشستی که سران برخی کشورها جمع شده بودن بابت سالگرد و احترام به کشته شدگان جنگ جهانی اول، که حالا جنگ جهانی اول داستانش چی بود چی نبود، چه اتفاقاتی افتاد، خب یک سری محدودیت‌ها در اروپا وجود داره که نمیشه زیاد باز صحبت کرد، ولی همین نکته رو اشاره کنم که بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول کشور ما ایران بود و چوب بی‌طرفی خودش هم خورد و شوربختانه 10 میلیون ایرانی بر اثر قحطی که انگلیس به وجود آورد جان باختن. و امروز دیدم سایت های بی بی سی و اینا زدن که بابت آنفلانزا اسپانیایی ایرانیا این تعداد بالاشون که نصف جمعیتشون بوده فوت شده. به هر حال در مورد خود جنگ و اینا که دیگه ملاحظاتو میدونید، نمیتونیم زیاد صحبت کنیم بگیم چه خبر بوده اینا، به قول معروف ایشالله گربه است. اما آقای مکرون یک چیزی رو اونجا اشاره کرد، گفتش که ما بایستی در اروپا ارتش مستقل در برابر آمریکا به وجود بیاریم، البته ایشون گفت چین و روسیه و البته آمریکا. من اومدم برنامه ساختم، مفصلم صحبت کردم که این استراتژی سپاه پاسدارانه و آقای مکرون تازه پس از این همه سال فهمیدن که بایستی در برابر زورگویی‌های آمریکا ارتش مستقل داشته باشن. نکته ای که وجود داشت این بود که یک عده، میدونید دیگه جریانات شیرین عقل، الان هم در بخشای بعدی برنامه که نیویورک تایمز هم اشاره کرده که حالا بهش خواهیم پرداخت، آیدی های تقلبی ربات، چیز آیدی هایی که اسرائیل و عربستان درست کردن، اینو نه جمهوری اسلامی میگه نه من میگم، این الان دیگه افشاگری نیویورک تایمزه و گفته که عربستان این کار واقعا کرده، اومدن ریختن تو پیج ما که آها این آقای مکرون علیه آمریکا جون که این حرفو نزده، علیه شوروی گفته. اینقدرم بی سوادن برخی از اینها که نمیدونن بابا شوروی مرحوم شده، شوروی وجود نداره. الان اون کشوری که تو فکر میکنی هنوز شورویه نامش روسیه است و اتحاد جماهیر شوروی پاشید عزیزم. خیلی از اون کشورهایی که شوروی به زور تونسته بود بگیره بعد از اون داستان گورباچوف و اینا پاشید و الان اصلا شوروی به تاریخ پیوسته. شما آخه لای کتابو باز ازت میگم، بیشتر این آیدی ربات و اینا ضد کارشون اینه که پخش ضد اطلاعات بکنن و ما یه کاری که میکنیم چون داریم اطلاعات واقعی میدیم زحمت میکشیم. الان من برای همین برنامه‌ای که بخوام اجرا کنم بهتون دروغ نگم نزدیک 9 ساعت فقط داشتیم کارهای فنی و اطلاعات رو جمع‌آوری میکردیم که بدونیم چی میخوایم بگیم، چون 4 تا موضوع میخوایم بگیم. بنابراین کسانی که حالا آیدیش میخواد ربات باشه یا غیر ربات باشه کامنتایی میزنن در راستای ضد اطلاعات، ما چون حق آزادی بیان یک بحثه، پخش ضد اطلاعات یک بحث دیگه است، به احترام آزادی بیان اینا رو بلاک میکنیم، به خاطر اینکه اینها نمیان عقیدهشون رو بیان کنن، اینا مشخصا و آگاهانه در برابر اطلاعاتی که ما اینجا داریم ارائه میدیم، اطلاعات حقیقی که ارائه میدیم، ضد اطلاعات پخش میکنن. اینا گفتن نه این علیه شوروی بوده نه علیه آمریکا جون. و نکته خیلی جالبی که وجود داشت این بود که آقای پوتین از این خواست آقای مکرون که گفت ما باید تشکیل ارتش بدیم استقبال کرد به گرمی، تبریک گفت به آقای مکرون که چه عجب فهمیدید بالاخره باید در برابر آمریکا خودتون مستقل شید، و تنها کسی که صداش در اومد چین که صحبتی نکرد، و تنها کسی که صداش در اومد آقای ترامپ بود. چون خیلی ها اعتقاد به بی بی سی جون دارن، اجازه بدید ما خبر رو سپاسگزارم، خبر رو از بی بی سی براتون نشون بدیم. اجازه بدید من خودم هم اینور بذارم که شما خبر قشنگ ببینید. و اتفاقا همین دیروز صبح بود مثل این که بی بی سی جون چیز کرده بود اومده و اتفاقا صوتی هم صحبت کردم، با هم گوش کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در مراسم 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول وارد فرانسه شده، میزبان خودش را سرزنش صداش کمه، مشکل از من نیست، امیدوارم که صدا خوب بیاد. کرده است. همین ساعتی پیش درست پس از ورود آقای ترامپ به پاریس در حساب توییتر او پیامی منتشر شد با این مضمون که اظهارات همتای فرانسوی او درباره ضرورت ایجاد ارتشی که از اروپا در برابر چین و روسیه و آمریکا دفاع کند توهین‌آمیز بوده. آقای ترامپ افزوده که شاید بهتر باشد اروپایی‌ها نخست سهم مالی خودشان برای حفظ ناتو را بپردازند.
سه‌شنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که یک ارتش مستقل اروپا وابستگی این قاره به آمریکا را کاهش خواهد داد. برای بررسی این موضوع مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز را در ارتباط زنده داریم. شب شما در آمریکا بخیر آقای بروجردی. این اتفاق در روز نمادینی صورت گرفت، ظاهرا در صدامین سالگرد روزهای پایانی جنگ جهانی اول که در آن دوره آمریکا فرانسه. این خبر دیروز بی بی سی 10 نوامبر، الان 12 نوامبر هستیم. چرا ترامپ مکرون رو سرزنش کرد؟ در حساب توییترش اعتراض کرده و گفته شما بیاید حالا پول کمک هایی که آمریکا به ناتو میکنه و شما بیاید حالا بخش سهم خودتون رو در مورد ناتو بدید. بنابراین عزیز دلم، من حرف بی خود نمیزنم، اینجا کارا رو فکری میکنیم. همون شبم هم که اومدم و گفتم آقا جان، آقای مکرون به ظاهر گفته چین و روسیه، در اصل درگیریش با آمریکاست و این پیشنهادی که داده بایستی همانند سپاه پاسداران ارتش مستقل داشته باشن در برابر آمریکا، در برابر چین و روسیه. آمریکا چین و روسیه رو گفته در حقیقت به عنوان پوشش، به در گفته دیوار بشنوه، منظورش آمریکاست. حالا من نمیدونم چقدر ما یا اینا ایده‌های رباتن یا نمیدونم جامعه آمریکا زده ایه، چه تعصبی شماها رو آمریکا دارید؟ ای کاش که این تعصبی که رو آمریکا داشتید اول از همه رو زندگی‌های شخصیتون یک بخشی داشتید، چون بعد از 17 سال که دارم کار سیاسی میکنم، عموم اینایی که خودشون رو برای غرب و برای آمریکا گلو پاره میکنن، زندگی‌های شخصی چه در چارچوب اقتصادی چه در چارچوب اخلاقی به غایت افتضاحی دارن، یعنی داغونن. شما کافیست یک نگاهی به دشمنان ما بکنید و برید در فیسبوک هاشون، شبکه های اجتماعیشون، اصلا بگیر آقا گور بابای امید دانا، اصلا امید دانا رو بذارید کنار، برید صفحه های اینا رو نگاه کنید، آیا چیزی از اینا میتونید یاد بگیرید جز لودگی، جز مسخره بازی، جز حرف های سقیف و کوچه بازاری؟ حالا آره یک بخشی منو میکوبن دمشونم گرم، به جز این که منو میکوبن اونم به شکل سخیف در این شکل ممکنش با ادبیاتی بسیار سطحی، آیا چیزی از اینا میشه یاد گرفت؟ آیا اینا پشتوانه مطالعاتی دارن؟ آیا اینا ببینید یه زمانی بعضی هویتشون رو در ضدیت تعریف میکنن، طرف هویت سیاسیش اینه که ضد امید داناست، آیدی درست کرده، اصلا خود تیتر آیدی اینه که مثلا لعنت به امید دانا، یه فوشی هم مثلا داده نام آیدیشه، گور پدر امید دانا شده آیدیش، ولی پشتوانه اطلاعاتی ندارن. برای همینه که ما بخش گسترده ای رو بلاک میکنیم، چون اینا هدفمند میخوان ضد اطلاعات پخش کنن و هیچ کار سیاسی هم نکردن. اون شب من اینو گفتم، یه حجمه ای به وجود اومد و شروع کردن که آره، اومدن در توی یوتیوب ما کلی کامنت گذاشتن که آره شما آمریکا منظورش نبوده، شوروی و چین بوده، شوروی مرحوم، و الان دیدیم که ترامپ صداش در اومد قرمت برم. حالا داستان چیه؟ مکرون فهمیده که بایستی دارای یک ارتش باشه در برابر تهدیداتی که در آینده شاید آمریکا اونا رو تهدید کنه، نه آمریکای ترامپیسم. داستان ترامپ شوکی رو به اروپا وارد کرد. ترامپ که یک شخصه، ببینید ما بخوایم یا نخوایم نصف جامعه آمریکا حامی ترامپه، و اینکه ترامپ اتفاقا بعد سیاسی بخوایم بگیم، البته همه اینا باطلن از نظر ما، ولی بعد از بعد سیاسی بخوایم بگیم در چارچوب‌های سیاسی منطقی تر از حتی جریان آقای مکرون. شما دیدید که آقای مکرون با این کشورهایی که اومدن حالا این داستان سالگرد جنگ جهانی اول اومدن صحبت کردن که ما زیاد نمیتونیم توش ورود بکنیم و توضیح بدیم، با وقاحت آقای مکرون یک چیزی رو گفت، گفت دوران ملی‌گرایی و اینا تموم شده، بایستی در برابر ناسیونالیست بیستیم. ببینید ناسیونالیسم، ملی‌گرایی، همه اینا در چارچوب آکادمیک بارهای زیادی داره، تعاریف زیادی داره، اما از چارچوب آکادمیک که بخوایم در بیاییم عموما در عرف سیاسی یک معنی داره، یعنی میهن پرستی. حالا اینکه ما میهن پرستی و ملی‌گرایی رو، ناسیونالیسم و ایرانگرایی و ایران شهری و همه اینا رو بخوایم در چارچوب آکادمیک بحث کنیم یک صحبت دیگری میشه. بله هر کدوم تعریف جدا داره، ولو به اینکه در این تعاریفی که در چارچوب های دانشگاهی بخوایم بحث بکنیم میتونه متضاد هم دیگه باشه، ولی وقتی در فضای سیاسی مطرح میشه، آقای مکرون به عنوان یک استاد دانشگاه اونجا صحبت از ملیگرایی نمی کنه، هرچند که ملیگرایی رو میهن پرستی رو آقای مکرون یک جدایی از هم میدونه، اونجا میگه میهن پرستی ایراد نداره، ولی ملیگرایی که میگه اول منافع کشور من،
این ایراد داره. در حقیقت آقای مکرون اساس بحث ملی گرایی و میهن پرستی رو میزنه، فارغ از اون بحث‌های دانشگاهی و آکادمیک، چون اینها گلوبالیستن، اینها کسانی هستند متشکل از کارتل‌های بزرگ اسلحه سازی و دارن دنیا رو میخوان به یک سمت وحشتناک برسونن. من الان دارم سریال، چون بیشتر سریال هایی که اینا میسازن بعد شما میبینید که اتفاقا داره اتفاق میفته، مثلا همون فیلم زامبیا رو که درست کردن خیلی برای من جالب بود، وقتی که ما در دو سه خیابون ونکوور که محل تجمع معتادان بود رفتیم، حالا قرص های مخصوصی که این معتادان مصرف میکردن، مواد مخصوصی که مصرف میکردن، نوع راه رفتنشون و حرکاتشون دقیقا تداعی کننده همون زامبی هایی بود که اینا در سریال های هالیوودی درست میکنن، یا مثلا در خیلی از سریال هاشون درست میکنن که آقا ما شرکت های خصوصی ترور داریم که مثلا طرف میخواد یکی رو ترور کنه، یک مقام دولتی یک کشور دیگر رو ترور کنن، میرن به یک شرکت خصوصی مثلا ترور میگن. خب اینا در چارچوب سریال هالیوودی شاید معنا پیدا کنه، ولی بعد میبینیم نه، در دنیای واقعی همچین چیزی وجود داره. و امروز حالا روزنامه نیویورک تایمز که بخش سوم برنامه امشبمون بهش خواهیم رسید اشاره میکنه که اون تجار عرب برای ترور سردار سلیمانی به مقامات سعودی پیشنهاد میکنن که یک شرکت خصوصی ترور در لندن هست. اینو که دیگه ما نگفتیم، که الانم بی بی سی خبرش رو داد، رادیو فردا خبرش رو داد، چون خیلی‌ها کعبه آمالشون این رسانه‌های جریان اصلی این ور آبیه، برای همین من از این استفاده میکنم. بنابراین مسئله‌ای که وجود داره عزیزان، آقای مکرون با متحدانشون همچون واقعا یک دیو سرشتی همچون خانم مرکل، اینها به دنبال نابودی ناسیونالیسم هستند. در ابتدا هم خود غرب رو نابود کردن، غرب کارش به انتها رسیده، مگر که این جوانان ناسیونالیسم، میگم ناسیونالیسم به معنای عرفش نه به معنای آکادمیکش، جوانان ناسیونالیسم این اروپا بتونن کارهایی بکنن که بسیار ضعیفن. من میبینم چون شدیداً توسط فاشیسم کمونیستی، شدیداً توسط فاشیسم ویروس رنگین کمان، غربگرایی، یعنی نمیتونیم بگیم غربگرایی، رنگین کمان رو بیشتر میتونیم بگیم که ارتجاع گلوبالیستی، شدیداً سرکوب میشن این جوانان اروپایی، به شدت سرکوب میشن. و جمهوری اسلامی اگر یک مقدار دید بلندتری داشت، یک مقدار از اون گفتمان عقب افتاده اسلامی که خودش رها میشد، یه خورد از این خر اسلامگرایی حجازی پیاده میشد و بر سوار اسب ایرانگرایی چیز میکرد، سوار میشد، میتونست با یک سری هوشمندی ها جوانانه، ببینید من راه یاد میدم، آخه یکی دوستان گفتن ما یه خورده بعد کارا رو راه برده کنیم، من همیشه تو همه برنامه هم راه هم یاد میدم دیگه، اینا راهه دیگه. یک مقدار جمهوری اسلامی اگه چشم ها را بشورد، جور دیگر ببیند، می تواند جوانان معترض اروپایی رو در دل ایران جا بده. اینا بیان مگه الان اینا براشون بی بی سی درست نکردن؟ جمهوری اسلامی را بندازه بخش مثلا چه میدونم، بخش مثلا آلمانی صدا و سیما، بعد یه سری جوان اروپایی معترض که کم نیست تعدادشون، این گروه ها که سرکوب هم میشن، به ویژه در مورد حالا یک سری روایت هایی که در مورد تاریخ اروپا گذشته، خب حق آزادی بیانشون گرفته شده، اینها بیان در درون ایران و صحبت بکنن، اینا راهه. همونطور که الان ماها مخالف جمهوری اسلامی هستیم اول و آخر، مجبور شدیم بیایم به غرب و اینجا برنامه هامون ادامه بدیم، این طرف هم میتونه انجام بده، یعنی جمهوری اسلامی هم میتواند جوانان معترض غربی رو، آمریکایی که تعدادشون بالاست، الان شما برید ببینید چه تعداد بالایی از جوانان ناسیونالیسم اروپایی و آمریکایی مخالف سیستم های حکومتی خودشون هستن، هرچند ایرادات زیادی هم این جریان ناسیونالیسمی شاید داشته باشن، خب بعد درست بشن، چون وقتی که یک جریانی در سرکوبه، رشدش همراه میشه با سرشار از عقده و بایستی به یک بلوغ برسن، همونطور که الان خیلی از جریانات اپوزیسیون برای که رشدشون در شرایط فشار وزارت اطلاعات، یا جریانات ملی‌گرای ما تحت فشار وزارت اطلاعات، تحت فشار این گفتمان یه جورایی تمامیت خواه و
میتونم بذاری از این واژه استفاده کنم، زورگوی اسلامیک در کشورمون مجبور شدن دور هم دیگه جمع بشن، رشدشون همراه دیگه خواه یا نخواه همراه با عقده بوده. من خودم هم استثنا نمیدونم، وقتی که ما جریان ملی گرایی رو در ایران جلو میبردیم ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم. ما هم بالاخره اون فشار گشت ارشاد و فشار وزارت اطلاعات، حالا ما میگیم شکنجه مثلا اونجوری که میگن در به صورت سازمانی نبوده، ولی در این فشار ما هم اذیت شدیم و این رشد ما در چارچوب سیاسی همراه با عقده بوده. و خب خوشبختانه من در غرب چون اون فشارهای وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی ایران و یا زورگویی‌هایی که بعضن اون بخش خشک مذهبی بگم بهتره، حتی میگم یک بخشی از حزب الله واقعا انقدر انسانای روشنی ان که آدم شوکه میشه، ولی یک بخش خشک مذهبی که به ما آورده بود، خب ما این رشد دیدگاهمون همراه با عقده بوده و خوشبختانه حالا در اروپا من این فشارها رو از این سو ندارم، خب توانستم امروز دیدگاه هم یک بالندگی داشته باشه، یک پختگی داشته باشه و مسائل دیگه با حرص و غرض نیام تحلیل بکنم برای خودم حداقل. و این مسئله شما میتونید جوانان اروپایی که الان داره رشدشون همراه با عقده انجام میشه، مطمئنم اگر اینها در کشورهایی چون ایران رسانه بزنن و فعالیتاشون رو در کشورهایی چون ایران انجام بدن و بالاخره مورد حمایت حداقلی بشن در ایران، من مطمئنم که اینها دیدگاه‌هاشون یک رشد و بالندگی خاصی پیدا میکنه و یک ناسیونالیسم منطقی و پیش برنده رو میتونن جلو ببرن. به هر روی خواستم اینو بگم که آقای مکرون و دوستانشون بسیار انسان‌های خطرناکی هستن، ولی با همه خطرناک بودنشون، با همه اینکه دنیا رو میخوان به یک فصاحت گلوبالیستی سوق بدن، فهمیدن در برابر قلدری آمریکا هم بایستی همان روشی که سپاه پاسداران و سرداران سپاه پاسداران پیش گرفتن و پیش بگیرن. و دیدیم که پس از این داستان فقط و فقط به کسی که فشار اومد همون کسی بود که باید بهش فشار می اومد و اونم آقای ترامپ بود. حالا باید در آینده ببینیم آیا ارتش اروپا شکل میگیره، تشکیل میشه یا نه. به هر حال مطرح کردن این بحث برای آمریکا خیلی گرون تموم شده، چون بخش بزرگی از مسائل امنیتی خود اروپا رو در چارچوب‌های نظامی به هر حال زیر نظر آمریکا بود. حالا الان میخوان یک ارتش مستقلی از ناتو که آمریکا هم توش شرکت داره اینا تشکیل بدن. باز هم ما اینجا میرسیم به هوشمندی و هوشیاری سرداران سپاه که در چارچوب‌های نظامی از روز ابتدا خواستن مستقل بشن، خودکفا بشن. در این حوزه در دو شب پیش زیاد توضیح دادم، بنابراین با اجازه شما این بخش برنامه رو می‌بندم. فقط مراد از این بخش برنامه این بود که تنها کسی که معترض شده آقای ترامپه و به قول بچه مسلمونا و سلام، به قول ما بدرود. سپاسگزارتونم.